صحبت نیست، ولی تکیه از بر اول خلاصش میگم، تکیه از بر یک بازبینی تاریخی و یک چیز بسیار ساده، نکته ساده که در همین صحبت ها که شنیدید مطرح شده، ولی ما اگر نگاه کنیم همین نکته ساده رو ما در گذشته ندیدیم، ولی این بار میبایست به صورت شفافتری ببینیم. نکته دیگه هم که در پایان گفتار خواهد بود در مورد چه باید کرد، و عادت فعالیت سیاسی ما این شده که تلاش کنیم بگیم که خود رژیم خیلی بده، از زمان شاه هم اینطوری بود، ولی این بخش بزرگ فعالیت های ما رو این میگیره، یعنی تظاهرات، پتیسیون، مقاله نویسی، یعنی بده 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 گفتیم دیگه، یعنی یک جایی هست که میبایست بگیم خب منابع مثبت عملی ما چیه؟ اینو در پایان میپردازمش. به نظر من چند مشکل در جریان جمهوری خواهی وجود داره که از میون اونها این سه تا مهم هستن. نخست اینکه درک محدودی از اون رایج هست، درک ساده به این شکل که نظام سلطنتی شاه داره، جمهوری رئیس جمهوری داره، و سلطنت طلبان میگن خب ما رهبر خودمون داریم، حالا بگید رهبر شما کی میخواد اولین رئیس جمهور بشه. دوم اینکه جمهوری خواهی به فرهنگ و منش تبدیل نشده. خیلی چیزها مثل انجمنسازی در عرصه جامعه مدنی، منش دموکراتیک در گردوندن انجمن، در نظر گرفتن امر جمهور به عنوان معیار نخست در تصمیم گیری ها، اینها به عنوان شاخص های جمهوری خواهی شهرت پیدا نکرده. و به عبارت دیگه جمهوری خواهی هنوز مترادف با دموکراسی خواهی در ایران نشده. و سوم اینکه جمهوری خواهی در ذهن ما هنوز یه مفهوم بیتاریخه، یا بیتاریخه یا اینکه کسانی فکر میکنن صرفا بدیل جمهوری اسلامی در شکل جمهوری سکولار است. از میان این سه تا مشکل به نظر من آخری اوله، یعنی مشکل اصلی. اما چرا؟ در ایران از زمان انقلاب مشروطیت تا کنون یک ستیز جریان داره میان سه جریان: سلطنت خواه، مشروع خواه، تحول خواه. ما این رو مدام میبینیم تکرار، یعنی این مثلثی است که در واقع فضای سیاسی ایران رو به نوعی در درون این جریان پیدا کرد. سلطنت طلبان خوانه نظامی هستند که بر صندلی مرکزی قدرت شاه نشسته باشه، به اقتضای عصر جدید نهادهای چون مجلس رو میپذیرن، اما در حد تایید کننده اوامر شاه. هر دو شاه پهلوی وقتی قدرتشون تثبیت شد به نهادهای مشروطیت نقشی تزیینی دادند و به سلطنت مطلقه برگشتند. در میان سلطنت طلبان امروز نشانه بارزی از درسگیری از گذشته و انتقاد به سلطنت مطلقه دیده نمی شود. فکر می کنم شاه سرنگون شد چون در سرکوب تردید داشت. اون رأس دیگه مثلث. یک رکن قدرت در ایران همواره دین مرکز بوده است. وقتی که در عصر جدید پایه تخت سلطنت لرزان شد، در میان علمای دین این فکر رواج یافت که لازم نیست تابع و پشتیبان قدرت مرکزی باشند و باید بجنگند تا قدرت را تابع خود کنند.
به این ترتیب بخشی از متشرعان حکم شرع را با صراحت بر فراز حکم سلطان نشاندند و مشروع خواه شدند. در ادامه این فکر هست که موضوع در واقع اندیشه خمینی در قالب ولایت فقیه پیش میاد، مطلقه فقیه پیش میاد. ولایت مطلقه سلطنت مطلقه متشرع است. اقتضای عصر جدید، پیچیدگی‌های جامعه مدرن و اینکه نظام ولایی از دل یک انقلاب برآمد باعث شد که ولایت مطلقه فقیه در قالب جمهوری اسلامی در کانون مجموعی از نهادها بنشیند که برخی از آنها نمودهای یک نظام جمهوری رو دارند. ولی درونداد و برونداد، اینپوت و آوتپوت این نهادها را ولی فقیه کنترل می‌کند. اما تحول خواهان، ما در اینجا با یک طیف مواجه هستیم. ابتدا اکثریت تحول خواهان را مشروط خواهان تشکیل میدادن. این نکته خیلی مهمه. مشروط خواهی جریانی ضد سلطنت بود، جریانی ضد سلطنت بود در کشوری با سنت حکمرانی سلطنتی. یعنی نمیتونستن از این در بیان، ولی اساساً جریان ضد سلطنت بود. این در بحث با کسایی که خودشون مشروط خواه مینامند همواره باید تاکید بشه. مشروط خواهان میخواستن سلطان را مهار کنند. بعداً بخشی از مشروط خواهان جمهوری خواه شدند. جریانی هم از دل جنبش مشروطه در آمد که به چپ گرفت. همچنین به این جریان تعلق داشتن کسانی که اکنون با نگاه به گذشته میتوانیم آنان را لیبرال یا ناسیونالیست های لیبرال بخوانیم. گرایش های مختلف در جریان تحول خواه بر سر عدالت اجتماعی و نوع مطلوب حکومت اختلاف نظر داشتن، اما همه میخواستن استبداد کهن را پس دهند و به عقب ماندگی و وابستگی پایان دهند. جریان تحول‌خواه قدرتمند بود، بخش بزرگی از گروه‌های جدید اجتماعی را نمایندگی می‌کرد و این توان را داشت با عدالت‌خواهی و جمهوری‌خواهی پیگیر بخش‌هایی از مردم را نیز رهبری کند که از ساختارهای کهن رها می‌شدند و اما جایی در صورت‌بندی جدید نمی‌یافتند. جریان تحول‌خواه به روی جهان باز بود و نقش اصلی را در گسترش فرهنگ مدرن در بهترین سویه‌های آن داشت. اما جریان تحول‌خواه به سبب محدودیت‌های دید در قرن بیستم و بی‌تجربگی و ناپختگی نتوانست نقش شایسته خود را ایفا کند. گروه‌های درون آن مدام نوسان داشتند، به اتحاد با یکدیگر نگرویدند و از اصل ستیزی غافل شدند که موقعیت خود را میبایست نسبت به آن تعیین میکردند. پس قضیه خیلی ساده است. یعنی ما این مدل واره رو از در این 150 ساله اخیر در ایران میبینیم. ستیز سه جریان مدام با آتش بس میان دو جریان و ائتلاف علیه جریان سوم همراه بوده است. تو این بازی بازنده تا کنون جریان تحول‌خواه بوده است. زمانی سلطنت از ائتلافش با روحانیت برای زدن جریان تحول‌خواه سود برد، کودتای 28 مرداد، و زمان متشرعان از همسوی عملی با تحول‌خواهان در مبارزه علیه شاه استفاده کردند و به قدرت رسیدن. 56-57 اکنون با تأخیری طولانی باید واقعیت آشتی ناپذیری سه جریان سلطنت خواه، مشروع خواه و تحول خواه را مبنای سمتگیری سیاسی قرار داد. یعنی تعارفی در این مورد وجود نداره. یعنی هر گونه تخفیفی در این قضیه، یعنی ندیدن این تجربیات 150 سال اخیر. این برای ما یک نقش
به اصطلاح تئوری سیاسی میگیم پارادیگماتیک داره. تئوری سیاسی در اروپا از یه پارادایم شروع میشه، پارادایم جنگ داخلی، یعنی مثلا قرن 16 مثلا تومس هابس رو بخونیم، از واقعیت جنگ داخلی شروع میشه و جنگ داخلی هست که مفهوم جامعه و دولت رو استنتاج میکنه برای پایان دادن. از اون موقع تا کنون تئوری سیاسی در اروپا همواره نقش این مدل رو در نظر میگیره. ما برای تئوری سیاسی مدرن خودمون هم یک جنگ داخلی احتیاج داریم و این جنگ داخلی سه تا زل داره، سه تا رأس داره، یعنی مشروع خواه، سلطنت خواه و تحول خواه و امروز جمهوری خواه. یعنی این بسیار مهمه که ما تئوری سیاسیمون رو در چارچوب این مدلواره قرار بدیم. این جنگی است بر سر تعریف وجاهت و حقانیت سیاسی. از نظر سلطنت طلبان تخت و تاج اساس مشروعیت است. از نظر مشروع طلبان مشروعیت انطباق خط قالب سیاسی بر شرع است. تحول طلبان با نوسانهایی به این درک نزدیک شدند که منشأ وجاهت مشارکت فراگیر و بی تبعیض مردم در تعیین ساختارها، شیوه ها و سیاست های دولت است. این تعریف وجاهت سیاسی یعنی لجیتیمیسی از دیدی جمهوری خواهان است. امروزه تحول طلبی دموکراتیک یعنی جمهوری خواهی. جمهوری خواهی بنابر طبیعت خود که اتکا بر جمهور مردم است و جمهور جامعه متکثر است، جریانی یک دست نیست. بر پایه ارزش‌های یکسان و سازوکار دموکراتیک میتوان اما در آن اتحادهای پایدار ایجاد کرد. مهم آن است که افزون بر آن که تقابل مدل جمهوری با مدل‌های سلطنتی و فقاهتی درک شود، بر ارزش‌های مشترک تاکید شود و آگاهی استواری نسبت به تاریخ مشترک شکل گیرد. بنابراین پس منظور من از بازیابی تاریخ اینی که تصور نکنیم که جمهوری خواهی 20 سال پیش از این کنفرانس در واقع شروع شد. جمهوری خواهی از مشروطه خواهی شروع میشه. ما باید اینو یک تاریخ ببینیم، نه چند تا تاریخ با نوسانهایی، ولی اینا یک تاریخ هستن. و این گونه که ما ببینیم، ما بسیار مهمه که چه نراتیوی داشته باشیم، چه روایتی داشته باشیم. این بسیار مهمه. ما الان دچار روایت‌های گسسته هستیم، تکه پاره است بین سازمان‌های سیاسی، شخصیت‌ها و مقاطع تاریخی. اینو ما باید جمع‌وجور کنیم و اینها رو بیایم وارد فصل‌های یک رمان بکنیم. یک رمان وجود داره، یک داستان وجود داره، پر آب چشم، پر از درد، به اسم تحول‌خواهی در ایران، که از آستانه مشروطیت شروع میشه و تا امروز ادامه داره. این منظور من از بازیابی تاریخی این هست. و هر کاری می‌خوایم بکنیم میباید با این بازیابی تاریخی شروع بشه، یعنی در واقع این تاریخ‌های گسسته رو بیاییم فصل‌ها و بخش‌های این نراتیو بزرگ، این روایت بزرگ قرار بدیم. اون موقع میتونیم در واقع فکر کنیم برای همکاری بیشتر
و ایجاد یک فرهنگ جمهوری خواهانه. یعنی این مهمه. هم 14 مرداد جشن تحول خواهیه، هم 19 بهمن جشن تحول خواهیه، هم 22 بهمن جشن تحول خواهیه. اینا به یک روایت تعلق دارن. یعنی این به نظر من یک چیز مهمیه برای که ما به خودآگاهی برسیم. و این بازیابیه که میتونه یک فرهنگ بسازه. اما بعد از این موضوع بپردازیم به یه مقداری وضعیت کنونی. ما وارد دور تازه‌ای شدیم از ستیز این سه تا جریان سلطنت‌خواه، مشروطه‌خواه و جمهوری‌خواه. و دوستان هر اتفاقی که بیفته با این مثلث مواجه است. یعنی الان مسئله جنگ که مطرح است کاملا میبینیم که این تفاوت دیدگاه، هر اتفاقی بیفته ما این تفاوت دیدگاه رو میبینیم. اینو باید این تفاوت رو ما اساس بگذاریم و ما پای فشاری کنیم روی این موزه خودم. سلطنت آینده‌ای نداره. اتکای سلطنت هست بر عقب‌ماندگی سیاسی، فراموشی و شانسی است که احیاناً اسرائیل و آمریکا ممکنه به این پدیده بدن. در این اواخر به صورت یک پروژه اسرائیلی در اومده. هر گونه نزدیکی به اون به ضرر دموکراسی خواهی تموم میشه. مشروطه سلطنتی هم که صحبت میشه، اینو باید بدونیم که مشروطه سلطنتی یه چیزی هست مثل دایره مربع. دایره نمیتونه مربع باشه. در ایران مشروط سلطنت نمیتونه مشروطه باشه. چرا؟ 3000 سال تجربه داریم. نمیشه. و تجربیات از دوره پهلوی مشروطه سلطنتی در ایران یک کنترادیکشن، یک تناقض در درون خودش. بنابراین این دوتا رو نمیشه در ایران به هم چسبون. مشروطه در مفهوم مطلقش به معنی مشروط کردن، اگر بگیم که اینه قدرت، یعنی جمهوری. هرچه جمهوری خواهی دموکراتیک در جامعه ریشه دار باشه، توانایی ایستادگی در برابر نسخه جدید نظام ولایی بالاتر میره. ما یک تحولی رو ممکنه ببینیم، ممکنه اینه که ولایت مطلقه به ولایت مشروطه تبدیل بشه. یعنی بعید نیست این حادثه رخ بده. اون موقع این دستگاه یک نسخه تازه از جمهوری اسلامی ممکنه ارائه بده. در برابر این جمهوری همچنان تقلبی میشه ایستاد، به شرطی که ما یک جمهوری خواهی شفاف و روشن در برابر اون بگذاریم. بنابراین این مفهوم رو ما میبایست عمق بدیم و در اون حالت میتونیم جلوی نوسان‌ها رو در آینده که خب اینا دیگه خوب شدن و مشروطه شدن و اینا بگیریم. حالا بیایم چه کار بکنیم. این پیشنهادی که من دارم خیلی چیز ساده است، یعنی هیچ چیز خاصی نیست. دو تا تئوری وجود داره در جنبش‌های اجتماعی. یکی بهش میگن تئوری بسیج منابع، یکی تئوری که بهش میگن تئوری فرصت سیاسی. بسیج منابع یعنی که تو یک
جنبشی هستی، یه سری منابع داره دیگه، باید این رو بسیج کنی و بتونی استفاده کنی. این خیلی ساده است، بهم میگن بسیج منابع. جنبش اجتماعی هم میگه جنبشیه که موفق میشه اگر بتونه از فرصت سیاسی استفاده کنه. نمونهش رو در نظر بگیریم که نیروهای دموکراتیک در ایران در سال 56 پیشرو بودن در استفاده از فرصت سیاسی، یعنی اون نامه های سرگشاده، شبهای شبکوته، حرکت های دانشجویی بسیار زودتر از همه بیدار شدن و شروع کردن به حرکت. ما منابع جنبشی رو در ایران میتونیم به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کنیم. عادت ما در ایران چه در زمان پهلوی چه در زمان جمهوری اسلامی بیشتر استفاده از منابع منفی بوده. یعنی منابع منفی یعنی که در مورد رژیم حاکم افشاگری کنیم که نیرو از اون کنده بشه، یعنی مدام در حال انتقاد که این رژیم بده، این غارتگره، این وابسته است، این جنگ طلبه، کاری که مدام در نشریاتمون انجام میدیم. و این در ایران تبدیل به یک عادت شده. یعنی شما همین تلویزیون ها نشریات رو نگاه کنید، از صبح تا شب مشغول این هستم. من نمیگم که این کار نقد باید تعطیل بشه، ولی این کار اصلی سازمان سیاسی نیست. کار اصلی جمهوری خواهان این نیست. درسته که باید در مقاطع موضع‌گیری های اساسی انجام بده، ولی کار اصلی در واقع اون استفاده از منابع مثبت. ما اگر در همین 150 ساله اخیر نگاه کنیم، ببخشید طولانی صحبت شد، الان داره تمام میکنه من، اگر توجه کنیم به این همین 150 ساله اخیر یا از باستان مشروطیت تا کنون که منابع مثبت ما چی بود؟ اتکا بر بخش پیشرفته جامعه از نظر سواد و تجددخواهی و آزادی خواهی. بهره‌وری از رسانه، یعنی اصلا این جریان پیشرو بوده در استفاده از رسانه از زمان مشروطیت تا امروز. نیروگیری از روشنفکران و در ادامه از دانشجویان. تأکید بر عدالت اجتماعی و تلاش برای پیوند با طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان و تشکلیابی آنان، تلاش برای تشکلیابی آنان. مخالفت با تبعیض و تأکید بر برابری همه خلق‌های ایران و تلاش برای همبستگی. ارتباطگیری با نیروهای آزادیخواه و ضد سلطه در منطقه و در جهان. اینو منابع مثبت ما بوده در این 150 سال اخیر. یعنی به این فهرست حتما میتوان افزود از جمله نقش پیشرو تحول‌خواهان در مورد دفاع از آزادی زن. اما به این موضوع بیشتر از اینکه بتوان بالید بایستی از زاویه کمکاری و کم توجهی نگاه کرد. خب این منابع مثبت ماست، یعنی من هیچ حرف تازه‌ای نزدم، ولی موضوع اینه که ما نوع نگاهمون رو عوض کنیم. اما استفاده از فرصت، رخدادهای دوره انقلاب مشروطیت رو میتوان به سستی و فتول سلطنت برگرداند از یه طرف و به هنگامی حرکت‌های تحول‌خواه، یعنی نشریه، انجمن مخفی، شبنامه و همینطوری این حرکت‌ها رو انجام دادن. درست وقتی تشخیص دادن که در حالت سستی و فتول است. همین بهنگامی رو پس از سقوط رضا شاه تا زمان کودتا می‌بینیم.
یعنی از 1320 تا 28 به ویژه و تا 32 استفاده از تمام این نیروها رو ما میبینیم. در سال 1356 هم گفتم که ما این رو میبینیم، یعنی ما تجربه داریم، تجربه استفاده از فرصت، فرصت‌های تاریخی که پیش میاد. بنابراین میباید اندیشید و فکر کرد برای استفاده از فرصت، به ویژه الان که ما وارد یک مرحله تازه شدیم. در برابر حکومت کلاف سردرگمی از مشکلات وجود داره. یک حالتی هم هست که در تئوری سیاسی بهش میگن کنجانکچر، یعنی دست به دست هم دادن مشکلات، به طوری که نمیشه گفت اول اینو حل کنم بعد اینو حل کنم، اینا یعنی یک پدیده سیستمی میشه. نظام درست در این مرحله در حال باز تولید خودشه، یعنی خودشو میخواد کپی کنه در قالب رهبری، تغییرات نسلی و بعد بازبینی تسلیم ها. همین چند روز پیش، حالا رو چه حسابی، آیا برنامه ریزی بود یا نه، یک استاد دانشگاه در برابر خامنه ای آمد گفتش که وضعیت نظام حکمرانی در ایران مثل یک هواپیماییه که هم اشکال موتور داره، هم اشکال جهتیابی داره و هم اشکال دیدبانی داره، یعنی مجموعه این مشکلات رو در واقع داره. و گفت نظام حکمرانی، نه اینکه این یا اون رئیس جمهور، و توصیف بسیار دقیقیه از این وضعیت. در این مرحله، درست در این مرحله، اینا میخوان ژن خودشون رو منتقل کنن به در واقع ترکیب بعدی و تصمیمات رو بازسازی کنن، برن بازبینی کنن. این نظام یک نظام امتیازبریه و خود به خود در این مرحله بازتولید مسئله بازتوزیع امتیازها پیش میاد. به دیجت فرصت‌های عجیبی ممکنه پیش بیاد برای دخالت کردی، یعنی برای این مسائل باید آگاه بود و بسیج نیرو کرد در مفهوم مثبت کلمه. الان وظیفه اصلی کندن نیرو نیست که افشاگری کنیم که اون بدونه، استفاده مثبت از منابع خودمون تا بتونیم یک سیاستی رو پیش ببریم، سیاست در مفهوم جامعه‌گرایی. خیلی ممنون.